بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. در شغنان از نام پیشوای معظم ملت با اویلی از افت طبیعی ضرر دیده کلیدی خانه نو سپاریده شد. در جهان 8 میلیاردمین آدم سیاره زمین به دنیا آمد. ورزشگری تاجیک در چمپیونات جهان اوید با پاورلیفتینگ دو مدال به دست آورد. امروز دسته تاجیکستان با منتخب روسیه بازی دوستانه دایر میکند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی از احتمال لغزش ترما هشدار میدهد. از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با ساکن جماعت دهاتی پرشنیوی نوین شغنان اسندبک بکنظرف که ساختمان منزل استقامتیش به انجام رسید کلیدی خانه نو تقدیم کرده شد. در این باره امید خوار اطلاع میدهد. خانه بنیاد گردیده دارای 3 حجره، آشخانه، حمام با مساحت عمومی زیاد از 146 متر کوادراتی بوده با تمام جهاز روزگار و شرایط زندگی تامین میباشد. در مراسم سپریدن کلیدی خانه رئیسی نوحی شخنان و دیرکتری گنرالی شرکتی پامیر انرژی اشتراک نموده در وضعیتی تنتنوی کلیدی خونه را به صاحبش سپاریدند. یادآور میشویم که سنه 16 مارت سال جاری در دیهه پشار نوحی شخنان در نتیجه بارش برف و باران زیاد و آمدنی ترما خانه استقامتی شهروند اسندبگ بکنظرف پورا خراب شده بود. جریان کارهای بنیادکاری و آبادانی زیر توجه به واسطه سروری دولت قرار گرفته بود. منزل نو استقامتی برای اویله ضرر دیده در مهلت کوتاه‌ترین ساخته شد. صاحب خانه نو بنیاد از این عملهای بشر دوستانه رهبریت عالی مملکت اظهار خوشنودی نموده، جهت دستگیری و رساندن کمک های انسان دوستانه به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان منتداری بیان نمود. 8 میلیاردمین آدم سیاره زمین دخترچه ارپی در ارمنستان تولد شد. او در شهر مارتونی ویلویتی گگارکونیکی ارمنستان به دنیا آمد. در این باره کارین سرکیسیان رئیس ویلویتی گگارکونیک در صفحه فیسبوکی خود نوشته است. طبق معلومات نشر شده و تصدیق شده یونیسف، در تولدخانه ویلویتی گگارکونیک 8 میلیاردمین آدم سیاره زمین چشم به عالمی هستی کشد. طفل نوزاد ارپی دختری کارین زکاریان و آنی کاچاریان ساکنان دیهه ساوینار باشد که وزنش 2 کیلو و 900 گرم و قدش 49 سانتی متر را تشکیل داده کاملا سالم تولد شد. اویله طفل نوزاد را تبریک نموده با ارپی خردکک دوران خوشی طفل و کودکی و آینده درخشان آرزو دارم گفته است او. ورزشگری تاجیک نویبی پریزیدنتی فدراسی پاورلیفتینگ، بودی بیلدینگ و فیتنسی تاجیکستان بختیار رحیموف در چمپیونات جهان اوید با پاورلیفتینگ دو مدال یک طلا و یک نقره به دست آورد. در این باره امید خوار با استناد به کمیته ملی المپی تاجیکستان اطلاع میدهد. یادآور میشویم که چمپیونات جهان اوید با پاورلیفتینگ سنههای دویم پنجم نویبر سال روان در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا شتاتهای متحده آمریکا برگزار گردید. بختیار در سابقه پاورلیفتینگ سازوری مدالی تلو و در سبقت راست ایستاده برداشتن وزن مدالی نقره گرفت. او یگانه نماینده تاجیکستان در این چمپیونات بود. شامی امروز در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه بازی دوستانه دسته های منتخب فوتبالی تاجیکستان و روسیه برگزار میگردد. دسته منتخب تاجیکستان قبل از بازی دوستانه با دسته منتخب روسیه در حیات پورا جمع آمد. خبر میدهد امید خوار. باید گفت که در سطح تیم های ملی دسته ها بوری اول با هم و میخورند. وخوری ساعت 20 آغاز یافته طریق شبکه های تلویزیونی ورزش و فوتبالی تاجیکستان اینچنین شبکه مچ تیوی روسیه به طور مستقیم نمود. سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان پیوتر سگرد در هیئت منتخب کشور 27 بازینگر دارد که 14 نفری آنها لیگنر میباشند. در دسته ملی 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 11 نیم حمایتگر و 5 حملگر تمرین میکنند. مورد به ذکر است که دسته منتخب روسیه در هیئت 26 نفر بازینگر به دوشنبه آمد. ماتوی سافونوف و آنتون زینکوفسکی نامدند. دروازه‌بان دسته کراسنودار در بازی پریمیر لیگ روسیه کمی جراحت برداشت است. در این باره امید خوار خبر می‌دهد.
طبق معلومات اجنتی آب و هواشناسی تاجیکستان تا سنه 18 نوامبر سال جاری در قسمت جنوبی قطارکوه هزار احتمال لغزش ترما وجود دارد. در رابطه با این کمیته حالات‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با توجه ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که در این روزها از سفرهای بی ضرورت با راه‌های کوهی، کارهای صحرا، چرواچرانی، آماده کردن هیزم، شکار و غیره خودداری نمایند. در این باره امید خاور با استناد به کمیته حالات‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی مملکت خبر می‌دهد. در این روزها که هوا سرد است، رعایت قاعده‌های بی خطری از یختار برای آنهایی که خانه‌های خود را با پیچ‌های برقی گرم می‌کنند ضرور است. برای تأمین بی خطری حرکت رانندگان در راه و رساندن یاری تجلی در حالات‌های فوق‌العاده در قطعه‌های شاهراه دوشنبه عینی خوجند، از حساب نجات دهندگان کمیته پاسگاهی سیار تأسیس داده شدند. منبع همچنین می‌افزاید که ترمای اولینه که در سال جاری در شاهراه دوشنبه خوجند فرآمد تازه کرده شد. بنا به گزارش دفتر مطبوعاتی شرکت IRS، ترما در کیلومتر 159 شاهراه شب گذشته فرآمده بود که کارمندان شرکت در یک مدت کوتاه این قطعه راه را تازه کردند. شرکت میگوید همزمان محدودیت های برای ماشین های بارکش جاری شده نیز برداشته شده، حالا راه برای حرکت معتدل همه گونه نقلیات باز است. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.